مهمان امشب ما اینجا در استودیو فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات آقای معنوی بسیار تشکر از اینکه به استودیو حاضر شدید تا گفتگوی با شما داشته باشیم تشکر نخستین پرسش را از اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان میکنیم یک قایدی فقیر را هم من در مقدمه اشاره کردم که مبنای باطل بر باطل باطل است آیا رهبری کنونی که تازه به اساس گزینش جدید آمدن اینا میتونن که نتایج پانزده ولایت را اعلام بکنن و اگر اعلام بکنن در واقع اتهاماتی که بر عیت رهبری عیت مدیره و چگونگی برگزاری انتخابات وارد بود اون انتخابات چگونه خواهد شد تشکر از شما سلام به همه بینندگان تلویزیون اول خب ما انتظار داشتیم که حالا دیگه کار انتخابات پارلمانی پایان یافته می بود ما بحث روی انتخابات ریاست جمهوری می کردیم سال نده داره پایان می آبه انوز دسکرین شما هم انتخابات نهاده است هست متاسفانه برحال انتظار هم نیست که قدر زودی مثلا پایان, پایان پیدا کنه برحال ما به فال نیک می گیریم آمدن اعضای کمیسیون انتخاباتی جدید را با امیدواری میکنیم که بتانن کار خود انجام بدن اما با تاسف که با یک چالش و یک امتحان بزرگ رو هستند هستن و امتحان میراثی است که از انتخابات پارلمانی برایشان رسیده است شاید نفس اعلان کار دشوار نباشه اما چگونگی اعلان بسیار اهمیت داره که چطور میتونن یک شفافیت بار بیارن حد اقل آنچه در انتخابات صورت گرفته بتانند که سره و ناسره بکنند و کسایی که واقعی رای دارن نمیار را اعلان میکنن این کار ساده نیست هم زمانگیر گیر است و هم دقت بیشتر ضرورت داره اما ای که آیا یا وقت اعلان میکنن و تعدادی از اعضای کمیسیون انتخاباتی تحت تحقیق هستند و بعد از ای که تحقیقاتشان تکمیل میشه و میره قضیه به محکمه اگر یا محکوم شوند به جرم آیا نتیجه کار از یا چگونه خواهد اساسی دو تا حالت است این دو حالت را چگونه باید مدیریت کرد که یک آقای منوی چنان چه شما ما در واقع یک رکن از نظام ما مشروعیت خود را نداره و رئیس جمهور می باید در پانزده هود دوره تقنینی و سال تقنین اعلام میکرد اگر ما دوره تقنین اعلام نکنیم و سال تقنین را اعلام نکنیم فرایند قانونگذاری ما متاسفانه زیر سال خاطر رفت فقط رئیس جمهور تایی فرامین کارها را پیش خواهد برد یک اصل بیلانس تفکیک قوا زیر سال خواهد رفت دو نظارت بر عملکرد حکومت زیر سال خاطر رفت چگونه باید این وضعیت مدیریت شود؟ واضح است که ما در یک وضعیت خوب قرار نداریم مم. نه لحاظ سیاسی و نه لحاظ امنیتی متاسفانه و خبرای ناگواری ناخوشایند شنیده میشه خدا نکنه که اتفاق بدی بیفته چه خبرای اما خب گفته میشه که از یک طرف ما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استیم از طرف دیگه نه تمایل سیاسی به برگزاری از این انتخابات وجود داره و نه شرایط و زیمنه های برای برگزاری از انتخابات وجود داره نه توانایی های انوز در کمیسیون انتخاباتی ایجاد شده که بتانن این انتخابات برگزار بکنه اما رئیس جمهور به شدت تلاش میکنه که این کار انجام بده یعنی در تلاشی است که فضای را شکل بده که مبتنی بر حکم قانون زمینه را بر انتخابات فراهم بسازه ولی که رئیس جمهور به گونه تنها شده میبینیم که اکثریت سیاسیون در جبهه مخالف رئیس جمهور قرار گرفتین و می دلیل است که شاید چیزای حتی و مسلحت جمعی هم نباشه ما در مخالفت با حکومت تعداد میرن از دایه طرفداری میکنن که زیاد به نفع آینده افغانستان نیست ام. با این معنا که مشخص منظورتان آقای محب مشاور امنیت ملی در امریکا موزیگیری گیری خیلی البته بحث و سر سیاسیون که در نقش اپوزیسیون حکومت قرار داره با وجود که خوب میفهمیم که صلح وقت میتونه که نتیجه مثبت داشته باشه که در سایه یک اقتدار صورت بگیره یعنی یک حاکمیت وجود داشته باشه در موجودیت یک حاکمیت صلح صورت بگیره ما فکر میکنیم بر نفع افغانستان و نفع آینده افغانستان است اما اگر در یک خلای حاکمیت یعنی دور ریاست جمهوری پایان یافته باشه بنا مو تعاملی که متاسفانه در گذشته صورت گرفته و الله باور مایی است که انتخابا بله. دور ریاست جمهوری هم چهار سال بوده که در گذشته پوره بله. شده آقای من این یک بحث مهم است که در اجندا برش خواهیم رسید مشخص اگر در مورد اعلام نتایج چون شما از منظر حقوقی و از منظر فقهی و, و از نظر تکنیکی هم در کمیسیون مستقل انتخابات بودین به این نگرانی پاسخ باید پیدا کرد که اگر اعلام نتایج صورت بگیره ما چه پیامد خواهد داشت و اگر اعلام نتایج صورت نگیره چه پیامد خواهد داشت و کدامش به صلاح افغانستان است امین بس اگر با پایان رسان بعد وارد دومین مین آجند باشه شک ندارم که اعلان صورت میگیره اما دو مسئله سوال برانگیز از یک چه وقت اعلان صورت میگیره اعلان نهایی م. دو و چگونه اعلان صورت میگیره بسیار اهمیت داره ای که هم در چگونگیش هم در زمانش دقت بیشتر شود و اگر اعضای کمیسیون مجرم شناخته شوند در قضیه انتخابات بدون شک تاثیر مستقیم سر نتیجه داره بعد آیا حکومت اراده از این داره که او حکم محکمه را تطبیق بکنه م. البته ناگفته نباید گذاشت که نه و نه محکمه حق از این ندارن که در نه اصل انتخابات داخل شوند کسی را برنده و کسی را بازنده بگویند از صلاحیت ادارات عدلی و قضایی نیست م. آنچه در حیطه صلاحیت ادارات عدلی و قضایی برسی برسی جرائم برسی جرائم است بررسی جرائم انتخاباتی است جرائم که در کود جزای افغانستان تسجیل شده وقتی که جرم ثابت شود بعد سر اصل عمل کرده که ناشی از امو این جرم هم اما برایت زمر هم شما میدن که حالت اولیس هیچ کسی را نمیتوان مجرم و یا مح... محکوم گفت مگری که بر حکم محاکم بر اساس حکم محاکم سلاسه پس وضعیت چی میشه ما نمیتونیم که حالا نفس عمل انتخاباتی رو بگیم که اینا جرم را مرتکب شده اینا متهم هستند به ارتکاب جرم تا که محاکم سلاسه حکم صادر نکنه پس ما نمیتونیم بگیم که اینا جرایم انتخاباتی را مرتکب شده پیش خواهد بود چه باید کرد پس واضح از بمی دلیل است که یانوز بازداشت نشدین بمی دلیل است که ما بحثی از هست... اعلان نتیجه میکنیم چون از یا متهم هستن شاید یا براحت بگیرن شاید آن که های هوی بوده یا مرتکب نشده باشن اما آن چرا که ما در جوریان هستم و قضیه را دنبال میکنم متاسفانه که لوی سارنوالی داره در قضیه اصل انتخابات داخل میشه که مثلا مسیر انتخابات از امو مسیر اصلیش منحرف میسازه یک مشکل دیگه را ایجاد میکنه مشکلی را که ما در دا انتخابات داشته میره مضاعف میسازه اصلی قضیه که بحث دنبال کردن اتهام جرایم بود بازم تاکید میکنیم که گفته میشه که اینجا پولهای پایین و بالا شده که ما فکر میکنم از واقعیت هم به دور نیست هنوز این مسئله هیچ بحث نشده روش پرونده باز نشده و چیزایی را که اصلا مردم انتظار دارن که باید روش تحقیق صورت بگیره متاسفانه صورت نگرفته بیشتر قضایای حاشوی است که دنبال میشه استعلامایی که از بعضی از ازای میکنین که سارنوالی سیاسی عمل میکنه در برخی موارد اجازه بدین ما بحث ما تکمیل بکنم بعد به اشاره میکنم به شما به وضاحت میتون استعلامایی را که یا کردین بیشتر موضوعات حاشوی است که من فکر میکنم که این در را در بحث انتخابات دوا نمیکنه ای که کمی سارنوالی دو بحث وجود داره یکی که هنوز نمیفهمه که از کجا آغاز بکنه و چی گونه این قضیه رو دنبال بکنه چون قضایای انتخاباتی برای سارنوالی و همچنان برای محاکم یک موضوع جدید و نو است یک دومی که بیشتر انوز مثل که در کمیسونای انتخاباتی تعداد دستک می زدن متاسفانه حالا در سارنوالی هم دستک زدن میشه بنان مورد علاقه تحقیق کننده های سارانوالی بیشتر موضوعات اصل انتخابات است حالا که ای مسئله مربوطشان نیست بحث جرم هم تاکید میکنم بعض بحث جرم آنچه که اسناد وجود دارد شواهد وجود دارد ادعا وجود دارد چون یا متهم هستن زیر تحقیق سارانوالی صورت گرفته باید سارانوالی مشخصا سر موضوعات کار کنه آه. وقتی که ثابت شود که این اعضا مجرم هستند بعد این جرم ناشی از چه کدام یکی از قضایا است مستقیم با در اصل انتخابات تاثیر شما نکزارد. اشاره به سارنوالی داشتیم به اساس ماده 134 قانون اساسی افغانستان سارنوالی یک نهاد حکومتی است اما در اجرات خود مستقل و به مسابقه یک نهاد که مدل عموم است اقامه دوام میکنه اگر این نهاد در حقیقت عملکرد سیاسی باشه و نه حقوقی و بر مبنای اشارات این و آن پس نفس رسیدگی باز سیاسی شد و از آدرس حقوقی بیرون شد باز ما دوچار افتضا خواهیم شد بله؟ باور ای است که سالنوالی با وجود که حیبتش زیاد است اما صلاحیتش آنچنان نیست که از او با نگران باشیم در واقع سالنوالی نقش ترافیک چارا را داره که دوسیه را از یک طرف میگیره و طرف دیگر آن میکنه بیش از سارانوالی که باور است که صلاحیت پلیس در بحث جرائم بالاتر است که کشف جرم صلاحیتش است این فقط سارنوالی. تحقیق میکنه و اقامه دعوا در محکمه میکنه تصمیم محکمه میگیره هرگاه محکمه محکمه با صلاحیت باشد و همچنان محکمه با صلابت باشد این را معلاوه میکنم در اون صورت اگر تحقیق سارانوالی مغرزانه باشد تحقیق سارانوالی غیر مسلکی باشد, باشد. تحقیق سارانوالی نامکمل باشه غیر موجه باشه دوباره پس دوسیه را مسترد میکنه که او را تکمیلش بکنه اما تصمیم اصلی را محکمه میگیره طبیعی است که وقتی تحقیق در صورت نگیره حکم محکمه هم نمیتونه که درست صادر شود بنا ما امیدواریم که مسیر درست بپیماین که هم یک اعتماد و اعتبار نسبت به نهادهای عدلی و قضایی پا جا باشه و هم به نحو جبران شود آنچه که در مورد انتخاباتی بله. متاسفانه آقای منوی ظاهرا دیده میشه که کمیسیون نو میخواه یک سری کارهایی را انجام بده متفاوت و در حقیقت با این گام ها اعاده بکنه اعتبار از دست رفته کمیسیون مستقل انتخابات را و شکایات را در این کارزار ما این هستیم که بحث تمدید تقویم مطرح کرد کمیسیون مستقل انتخابات و بحث تغییر نظام انتخاباتی ده. تا دو روز این تقویم که اعلام شده بود پوره میشه تقویم 120 روز قبل از روز برگزاری باید اعلام شود فکر حد. میکنین بله فکر میکنین که این تغییرات میتاند زمینه را برای یک انتخابات شفاف و مبتنی بر اراده مردم شکل بده؟ ما فکر میکنم از جمله کارهای اساسی که بسون انتخابات اعلان تقویم جدید نیست این شاید ایک کار آسان باشه اول این باید بسیار به دقت انجام شوه که باز بعد دهی تغییری به وجود نبه که اعتبارشان خراب میشه ام. دو این شاید یک کار بسیار نمایشی باشه که فقط سر تقویم کار اصلیشان نیست که حالا در مورد انتخابات پارلمانی چی عمل میکنند و بحث تقویم خو صد 120 روز است و <مت> فکر هم نمیکنم که اگر چیز تاخیر و تقدیم شود بسیار نواقص کلانی را به بار بیاره مگر که کمیسیون انتخابات مطابق به او بتانه خود عیار بسازه ما فکر میکنم که کمیسون انتخابات اگر عجله بکنه در تقویم جدید انتخابات با وجود که کارای خانگیشان سخت و دشوار پیشروی روی, پیش روی دارن باز با مشکل مواجه میشن ما امیدوار هستم که اول بیشتر تمرکز بکنن به سر کار انتخابات پارلمانی و طبیعی که دلایلشون هم مواجه هست که اینجا یک کار ناتمام شده باقی مانده بعد به کارهای انتخابات تغییر نظام در این مقطع چقدر میتونه بساس اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان هم چهار تا اصل میشه که عمومی بودن انتخابات، سری بودن، آزاد و مستقیم بودن. حالا خوا... این ما دیده میشه که دوستا طرف طرفدار نظام امدیار است یا چند بودی فکر میکنین که نظام امدیار که دوجه بحث اطلاف و بحث عذاب مطرح است و در مرحله دوم بحث انتقال رای مطرح میشه و در قانون اساسی افغانستان اونجا گفته که رای مستقیم باید استعمال شود یعنی رای را که من برای شما فرض بفرماین استعمال میکنم در مرحله دوم این اراده را قانون اجازه نداده که به جای استعمال شود یا به جای دیگه کار بره آیا بحث تغییر نظام میتونه راه حل باشه تبیز چند اصلیست که در ما بحث،, ما بحث, انتخابات و قانون اساسی مشخص ساخته که یکی هم فرموده شما بحث استعمال رای مستقیم است بعد ماده 33 قانون اساسی میگه که بو هر, هر کس حق, حق کاندید کنه انتخاب, انتخاب شدن انتخاب, انتخاب, کنه. انتخاب کردن و این توسط قانون تنظیم میشه بحث از که آیا بحث رای واحد قابل انتقال این ای رای مستقیم است و یا خیر یک بحث است البته در کل انتخابات ها مورد نداره بیشتر در انتخابات ولوسی جرگه شورای ولایتی خب اگر انتخابات شورای ولسوالی هم برگزار شود حالا که ما انتخابات مهمتر انتخابات ریاست جمهوری را پیش روی داریم البته این میدان قابل بحث باشه اما فکر نمی کنم که مباحث بسیار پیچیده باشه که ما به حل پیدا کرده نتانیم اول چه کمک میکنه انتخابات افغانستان که این بحث پیش شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ما فکر میکنم که یک بحث موردی است و این نمیتونه که نقص قانون اساسی باشه میتونه که توجه پذیر باشه چون شخصی که رای خود استعمال میکنم و رای, رای واحدی است که خب مستقیم به فرد است یا مستقیم به حزب است و چگونه با لیست های انتخاباتی بله ما فکر میکنم ما چه که تبصره میشه دقیق دقیق نیست ایرا که کمیسیون انتخابات بعد چگونه به یک رای حل پیدا میکنه اون چرا که ما در انتخابات در زمان انتخابات 2010 روش کار کرده بودیم و یک طرح بسیار دقیق را مطرح ساخته بودیم که در واقع البته ما یک سلسی از اعضای وروسی جرگر را میخواستیم که حزبی شوه و دو صورت ما فکر میکردم که باور ما دو خمی بوده که نه تنها که با قانون اساسی ما در تناقض نیست بلکه میتونه یک رای حل با این بحران انتخاباتی باشه که متاسفانه هر بار ما به با او مواجه میشیم یکی از بحران های جدی که در دقایق 90 از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شد متاسفانه و تا اخیر نمیپذیرفتن بحث استفاده از تکنولوژی بایومتریک است آقای معنوی بحث لست رای هندگان مبتنی بر تکنولوژی بایومتریک و به روز رای دادن استفاده بایومتریک میتونست که در شفافیت انتخابات خیلی تاثیر داشته باشه که متاسفانه در یک مناظره آریانا نیوز آریانا هم یکی از مهمانان به سراحت این بحث را خیلی ایدئال مطرح کرد که در ادامه ما شاید اون بحث ها حداقل خیلی نسبی هم نبودیم و شاید افتضای اون بحث بودیم حالا چطور میشه که ما لست رای دهندگان را مبتنی بر بایومتریک و روز رایدهی مبتنی بر بایومتریک باشه امین ادعا آیا یک ادعاست و یا میتونه که زمینه هم داشته باشه واقعیت امر است که اگر ما یک لست رای خوب داشته باشیم در شفافیت بسیار میتونه ما را کمک کنه و بحث با ایمیدری خود تبیز که اگر درست صورت بگیره میتونه که انتخابات شفاف بسازه اما متاسفانه ما اول بسیار لاف میزنیم بعد کار انجام دادن میتونیم اگر بحث شخصی نشه رئیس سایه مرکزی بسیار لاف کلان زد و بسیار کلانکاری کاری کرد حالا من به پالمشش پیدا نمیشه که یک بار ای را که ملافایت کجا شد و تبیز وقتی که کمیسون انتخابات بنا و عدم کاربرد کارایی را انجام دادین مورد تعقیب قرار گرفته ما امیدوار هستیم که ای احسای مرکزی و همچنان و احسای نفوس هم باید جزی از برنامه بودین و در خرابی پروسه نقش داشتین یا هم مورد تعقیب قرار بگیرن بر حال ما امیدوار هستیم که این بار دیگه این کلانکاری های جای کسی نکنه دقت به کار ببرن این بسلی نیست که اگر خراب شد بسیار به سادگی جبران شد. شما شما میبینید که نظام سیاسی یک کشور و چالش کشیده میشه اعتبار یک نظام اعتبار یک سیستم یک نهاد میره زیر سوال دموکراسی را که ما 17 سال شده به او میبالیم و به تقویض و کار میکنیم ما را دموکراسی را به یک چالش مواجه ساخته ما امیدوار هستیم که این بار اشتباه گذشته را کمیسیون انتخاباتی نکنن و به دقت کار کنن ما برایشان یادداشت داشت میدم سفارش میکنم اگر این دو کار درست انجام داده تانستن یعنی یک لست رای واقعی ساختن که در گذشته متاسفانه با همه تاکیدی که ما داشتیم لست خیالی ساختن نه. لست مورد ساختن مکاتب لست غیر خیالی شاید بودیم ولی لست خیالی را نه متاسفانه که هم مراکز خیالی داشتن هم لست های انتخاباتی خیالی داشتن بوتر لست خیالی اگر این لست شفاف ساختن و بایومدری واقعا دقیق ساختن که کاربرد برده 100 درصدی نداری 90 درصدی اما یک اختلافات, باوش وجود باوش. داره گفته وجود داره که شماری از کمیشنرها طرفدار این است که ما به طرف بایومتریک بریم و سلامت انتخابات را بایومتریک تضمین میکنه اما گفته هم وجود داره که حمایت کنندگان انتخابات در این زمینه حرفایی داره که در حقیقت متمایل نیستن برای که ما به طرف انتخابات مبتنی بر بایومتریک بریم نرفتن ما به طرف انتخابات بدون بایومتریک چه گپای را بار خواهد این بار چون مردم حالا بحث بایومتریک یک بار تجربه کردین یک نسبی نتیجه هم گرفتین فکر میکنم که سخت باشه مردم قانع شوه که حالا بحث بایومتریک کنار بگذارن <متصف> اما ما با آور میز که اگر لست رای واقعی ساخته شوه و دقت به کار بره حتی اگر بحث بایومتریک هم در میان نباشه میتونه به شفافیت کمک جدی بکنه اما بسیار دشوار است که حالا ما مردم قانع بسازیم که از بایومتریک صرف نظر راهی دیگر, دیگر غیر از بایومتریک که حداقل کمک بکنه شفافیت را همون لیست را که شما میگین لیست واقعی ساخته شود با چه مکانیزم ما میتونیم به لیست واقعی دست پیدا بکنیم میکانیزمش هم بسیار دشوار نیست میکانیزم های نظارتی میتونه که ما را به او برسانه که ما یک لیست واقعی داشته باشیم اول کمیسون کار آمد ریاست های ولایتی ما باید ایواز شود چرا او آدم هایی که در گذشته بودن نتیجه خوب نداد و بیشتر زمین اساس برای تقلبات بودندن، و از این رقابت منفی که در یک ولایت گفته شد که نیم میلیون ثبت نام شده یک ولایت گفت که ما میلیون و 200 هزار نام که همش غیر واقعی بوده و لست واقعی ولو که ما سطح رای دهنده را کم هم داشته باشیم به با ما اکتفا بکنن حکومت او دست نزنه و اما اشاره شما که تحت نظر ناظرین باید ناظرین نه تنها موقع داده شود بلکه تشویق شوند که باید حضور پیدا بکنن اگر این لیست ساخته شود و بساس همون لیست انتخابات صورت بگیره و رای دهنده رای خدا بده باور ما است که انتخابات به چالش کشیده نمیشه آقای منوی یکی از میکانیزم هایی که میتونه انتخابات را شفاف بسازه بحث نظارت از چگونگی عملکرد کمیسیون است و واید های مرتبط چگونه میشه ما های مختلف جامعه را در رقیقت مبتنی بر قانون صلاحیت نظارتی داشته باشند که عملکرد کمیسیون را اینا نظارت بکنن نهادهای بین المللی نهادهای داخلی چرا ما برای نظارت فرصت های درست فراهم نتونستیم کرده و نمی کنیم ما خوشبختانه که با گزینش اعضای جدید کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی با تبریکیشان رفتم و صادقانه برایشان مشوره هم دادم و گفتم که در کمیسیون انتخابات چیز سری وجود نداره چیزی را که گفتم میشه تا یکی از اتهامات که سر یک کارمند کمیسیون بوده که اسرار کمیسیون بیرون کرده ای یک افتضاح هست کسی چونی سخنی را کار ببره چیزی به نام سر در کمیسیون انتخاباتی وجود نداره هر چیزی که از باید در دید عام قرار بگیره بنا من سفارش کردم که حتی جلسات کمیسیونی خود اوپن بسازن باز بسازن آنچه که ما در زمان کار خودی کار کرده بودیم و دعوت بکنن از هر نهاد مدنی که مرتبط به انتخابات است و حتی از احزاب سیاسی که هر وقتی خواسته باشند بیایند در هر یکی از جریان پروسه های انتخاباتی و شمول مجالس که کمیسون برگزار میکنه شرکت بکنن البته حق رای و نظر را ندارن اما ناظر باشن از میدیا آمد باد دعوت بکنن که هر لحظه میتونی بیا که ما چی بحث میکنیم چی گونه بحث میکنیم تصمیم ما چی گونه است تا مردم در روشنی قرار بگیرن بفهمن که چیزی اینجا با پنهان کردن نیست و کار خدا مسلکی انجام میدن وقتی میتونه انسان کار خدا پنهان بکنه که یا در اراده خیر نباشه قصد سوء استفاده را داشته باشه دوم یا ناتوان باشه و به که ناتوانی ما برملا نشه در غیر از چرا یه چیزی را پنهان بکنه بگذارن که احزاب سیاسی نهادهای جامعه مدنی و طرف های زید دخل در قضیه انتخابات بیان در مجالس انتخاباتی شرکت بکنن در تمام پروسه ها حضور داشته باشن و ببینن که کمیسون کار خود چیگون انجام تشکر میان برنامه زود برمیگردیم دو چالش کلان فرارای حکومت افغانستان قرار دارد بحث انتقال مشروعیت حقوقی و سیاسی از یک بستر و بستر دیگر اون هم مبتنی بر انتخابات و اراده مردم که متاسفانه یک سلسله متغیرها و عوامل وجود ندارد تا ما این بسترها را فراهم بسازیم و بریم به طرف انتقال مبتنی بر اراده مردم و در روجه مبنای مشروعیت را شهروندان شکل بده بحث دوم بحث صلح و جنگ افغانستان است که این بحث آه، آه، غالبا از طرف آمریکایی ها با طالبان مطرح میشه و حکومت افغانستان متاسفانه در حواشی قضیه مطرس و اخیرا ما شاید بگومگوهای هستیم که بحثا از دایره عمومی بیرون میشه به دایره خصوصی و اتهامات مطرح میشه که بازیگران اصلی صلح و جنگ افغانستان در واقع در قایده های بازی را خیلی شخصی استفاده میکنه این اتهامات متاسفانه از طرف حکومت افغانستان و از طرف کشورهایی که در امر صلح و جنگ افغانستان تعیین کننده است مطرح میشه بحثی که در میان افکار آمه مطرح این است که ارزش های شکل گرفته در حکومت افغانستان محصول قربانی است که این ارزش ها را فقط نظام دموکراتیک جمهوری و مبتنی بر اراده مردم میتونه تضمین بکنه برای تضمین این نظام و برای سیانت و حراست از این ارزش ها بایستی بسترهای فراهم شود که در اون بسترها در حقیقت ما بتاریم اراده خود را به شکل درستش تمثیل بکنیم آقای معنوی برمیگردیم به اینکه که اراده سیاسی در حکومت افغانستان چقدر برای یک انتخابات شفاف وجود دارد در بحث حقوقی و تکنیکیش بحث های صورت گرفت حالا روی بود سیاسی و اراده حکومت افغانستان میپچیم آیا واقعا حکومت افغانستان اراده داره تا یک انتخابات شفاف باشه و زعامت بعدی و یا انتقال مشروعیت به زعامت بعدی مبتنی بر رأی مردم باشه این اراده وجود دارد؟ این بار وضعیت متفاوت تر است از گذشته در گذشته حکومت ها اصلا به برگزاری انتخابات تمایل نداشتین یگانه چیزی که کام حکومت در یک مجبوریت قرار داده که یا بحث انتخابات داغتر بسازن گرمتر بسازن و برگزاری از این به طرف قطعی شدن ببرن حالا که ما یک اراده کلان در بحث برگزاری انتخابات در جامعه بین المللی نمی بینم. با آنکه بیشتر تمثیل میکنند بحث برگزاری انتخابات ها. اما ای که حالا پولش هم میتن یا نمیتن امنیتش هم میگیرن نمیگیرن واقعا تمایل دارن شاید اما فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا با عنوان یک ابزار فشار علیه طالب ها و خاطر رسیدن مذاکرات بحث انتخابات هم مطرح بسازن اما یک اراده واقعی در جامعه بین ملی دیده نمیشه اما حکومت که بحث انتخابات را اولویت بده و ای را گرمتر بساز از بحث صلح و بحث مصالحه که به حکومت در حاشیه قرار گرفته برایش خوشایند نیست بنا یکی از اخف و ضرره نیره که بتانه به او تکیه بکنه بحث انتخابات است. بحث شفافیت انتخابات تبیز بستگی داره اول بچگونگی برگزاری انتخابات رقابت هایی که صورت میگیره بعد امکانات دولتی که در اختیار یکی از کاندیدا قرار داره و دیگرها چگونه در برابر زود تمکین میکنن جامعه بین المللی آیا چشم پوشی میکنه با این وضعیت یا ای که مسئله را جدی میگیره این بستگی داره و با... قبل از اینکه به میکانیزم پردازیم که خواهیم پرداخت آقای معنوی بحث دو تا اراده مطرح کشورهای عامی دموکراسی در افغانستان و حامی نظام ما اینا خیلی تمایل به طرف صلح داره و بحث صلح با طالبا مشخصا با شدت پیش میبره و خیلی با استجالیت و عجولانه هم گفته میشه از طرف حکومت افغانستان در افغانستان فضا طور دیگری است اینجا اولویت بحث انتخابات است و انتقال مشروعیت سیاسی از آنجایی که اراده ملی و اراده بین المللی متضمن دوام مشروعیت سیاسی و حقوقی افغانستان است چطور ما میتونیم یک زبان تفاهم را بین شرکای افغانستان و حکومت افغانستان بوجود بریم کی زبان تفاهم در حقیقت ارزش های سال حفظ بکنه و در حقیقت قربانی های افغانستان را حرمت بگذاره و ما را به طرف یک آینده نوید بخش بره آیا این زبان مشترک ما میتونیم پیدا بکنیم؟ اول باید ما بپذیریم که ما تصمیم گیرنده اصلی در بحث صلح و جنگ و انتخابات نیستیم تصمیم گیری اصلی متاسفانه که دیگرها ها هستن این پس حکومت در پی چیست؟ طبیعی است تلاش خودم میکنم. میکنه ما ای که آیا میتانه بازی تصمیم رو خود سر دیگرها هم بقبولانه یا, بقبولا یا نه در گذشته ما دیدیم که تصمیم اصلی تصمیم داخل حکومت های ما متاسفانه نمی باشه یک دومه که بحث صلح فقط یا دارن دنبال میکنن سایر شرکای بین المللی هم مثل حکومت افغانستان نگران هستند که چی میگذره و چی اتفاقی خواهد افتاد دید و بازیدایی را که ما داریم یعنی زیاد دوها هم در جریان آنچه که در بحث مذاکرات میگذره نیستند و همو رقم که دولت افغانستان در یک خلای از معلوماتی در بحث صلح قرار گرفته و همچنان مردم افغانستان متاسفانه که تعدادی از شرکای بین المللی هم در این یک موقف و موقعیت قرار دارن که در خلای معلوماتی دوام است دوام اما طبیعی است که تصمیم اصلی را و تصمیم کلان ایالات متحده آمریکا میگیره چون مصرف کلانه دارن و سرباز بیشتر در افغانستان دارن و اصلا دیگرا را به دنبال خود اینها بودند که کشاندن به قضیه افغانستان این که دولت افغانستان چگونه میتونه یک اجماع ملی را در یه عرصه وجود بیاره بعد یک اجماع منطقه‌ای را که متأسفانه بسیار ناتوان بوده نتونسته این کار انجام بده هم در بحث اجماع ملی نتونسته موفق باشن در ایجاد یک اجماع منطقوی اگر این کار میتونست شاید به نحو میتونست که تسامی دیگرها را چالش کنه اما حالا که نتانست. ما در یک وضعیت بهتر ملی هم نیستیم در یک بهتری از منطقوی هم نیستیم و در سطح جهانی هم که ایالات متحده در رأس است داره سیاستش در حالت تغییر است بسیار دشوار است که حکومت بتانه اراده خود را تحمیل بکنه بله ما در با آن عبر. که نگفته نمانه به نفع ما نیست با وجود همه انتقاداتی را ما نسبت به حکومت داریم نسبت به انتخاباتی را که پیش روی داریم اما هر اتفاق یک صورت میگیره در موجودیت یک حاکمیت صورت بگیره نه در خلا یعنی یا قبل از پایان یافتن کار رئیس جمهور در اول جوزا باید چیز صورت بگیره یا ای که باید ما انتخابات خود برگزار بکنیم یک حاکمیت به وجود بیاید و بعد از او هر پروسه دیگه زیر نام صلح یا هر چیز دیگه میتونه خوبتر بله تحقق بحث مصلحت نظام در واقع یک اصل بسیار کلان است برای هر کنشگر سیاسی در سطح ملی و در سطح منطقی به هر حال در پای منافع خود است در سطح ملی هم ما شاید شکاف های بسیار کلان در حکومت افغانستان هستیم ما چند دستگی در بین حکومت افغانستان میبینیم در و شرکای سیاسی یا احزاب افغانستان هم دیدگاه خیلی متناقض و متفاوت نسبت به عملکرد های حکومت افغانستان داره در منطقه هم ما یک اجماع منطقی را که میگیم ما در ظرفیت نیستیم که در, در واقع با یک دیپلماسی فعال و با کنش ایجابی بتانیم در منطقه گام داشته باشیم بحث جهانی هم خب قاعده ساز دیگر است پس مسلحت نظام ما چطور میتونیم سلاح ببینیم و ما در واقع با بازی پیش نشیم که یک بار همه چیز از دست نره. نه مصلحت و نه خیر یک نظام تصمیمش یک شباب نمی باشه بلکه چیزایی است که با مرور زمان شکل می گیره باور این است که اشتباهات را که متاسفانه تعداد مرتکب شدن و فکر می کردن که خب هیچ چیز اتفاق نمی اما ما باور ما بود که به درازمدت تاوان و زیان کلانی را متاسفانه با بار میاره که امروز ما شاهدش هستیم مانچه که شما اشاره کردید شگاف هایی که شگاف های قومی، سیاسی، حتی در سطح ملی و منطقوی چیزایی شد که اشتباهاتی که حالا جبران نزو بسیار دشوار است به این حکومت در این شرایطی که ما قرار داریم اگر یک اجماع ملی هم حد اقل می داشتیم نسبی ما می با این چالش ها مقابله کنیم اما مقابله کردن حکومت در این فضای موجوده بسیار با چالش های موجوده بسیار دشوار خواهد بود طرف دیگه میبینه که سیاسیون حداقل در یک بحث ما دارن که در مقابله با حکومت اگر دیدگاه متفاوت هم در بحث های دیگه دارن اما در مقابله با حکومت صلح سل رقایدی کلی میدارن طبیعی شما ببینه که در جلسه مسکو و جمعی از مجاهدین جمعی از که از تیف های مختلف بودن چپی ها و راستی ها و همه دست به هم دادن و رفتن یک سره از دایه حمایت کردن که در گذشته خودشان مخالف بودن و در تضاد بودن اما به خاطر از این حکومت به چالش برای چی طیف های مختلف که مجاهدین چپی ها و تکنوکرات ها زیر یک چتر میره در, در روسیه و در حقیقت از کسی حمایت میکنه که بارها بحث جنگش مطرح کرد چرا این همه حمایت از صلح آمریکا با طالبان فکر میکنم کنم هایی که نسبت به حکومت وجود داره و تشویش هایی که از این ناحیه دارن که در فضای این چونینی اگر انتخابات هم برگزار شوند با استفاده از امکانات و فرصت هایی که حکومت در اختیار یکی از کاندیدا داره احتمالاً شاید یا استاوت نداشته باشند بنان از هر وسیله ممکن استفاده میکنن برای تضعیف حکومت موجوده و برنده شدنشان در انتخابات یا حد اقل دور زدن حکومت جدیده بر حال ما فکر میکنم که اقده های شخصی نباید مسلحت های کلان عمومی ما را زیر سوال ببره و قربانی بسازه مسلحت کشور ما است که ما یک نظام مشروع در کشور داشته باشیم بعد صلح یک ضرورت است و یک اصل در موجودت یک نظام مشروع باید صورت بگیرد بر صورت با توجه به کش های سیاسی در سطح ملی و بازیگران منطقه‌ای هم هر به منافع خود در افغانستان داره و بازیگران بین یا بازیگر بین که خود با مخالفین مسلح افغانستان در بحث و گفتگوست بحث سلامت نظام مبتنی بر انتخابات یک اصل بسیار مهم است آقای معنوی که بدون انتخابات ما نمیتونیم تداوم سیاسی و حقوقی افغانستان را تضمین بکنیم و ما تا جوزا را به خلای قدرت سیاسی و حقوقی مواجه خواهیم شد پس با توسل به چی روی کمیسیون جمع حکومت میتونه حداقل پیش زمین های را فراهم بکنه که اون کارهایی که مربوط به حکومت افغانستان است او شوه و ما به طرف یک مشروعیت نسبی بریم حکومت یک گام جرعتمندانه را برداشت به این معنا که در گزینش اعضای کمیسیون انتخاباتی در فرصت کوتاه هم احزاب و نقش داد و هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را من فکر میکنم که یک گام بسیار جرعتمندانه بود که حکومت برداشت شاید برایش زیاد قابل قبول هم نبود حالا اگر حکومت می انتخابات بکنه از اینی گام های جرعتمندانه را که در آغاز از این پروسه برداشت از این گام ها بیشتر برداره یعنی این را باید به نمایش بگذاره که انتخابات میکنن انتخابات شفاف میکنن پروسه را که در یک انتخابات شفاف ضرورت است صادقانه ای را دنبال میکنن و این را نشان بدن که فرصت ها را به همه کاندیدا در رقابت انتخاباتی مساعد سازند و این را باید به اثبات برسانند که و تعهد بدن که از هیچ گونه امکانات و فرصت های دولتی برای کمپاین انتخاباتی و جلب آرای مردم کار نمیگیرن و آنچه که ارزش خواد دادن بعد از انتخابات آرای واقعی مردم این تعهدات را ما در هر تکت تک آمده یا هر ساختار که آمده این تعهدات را خیلی آتشین دیدیم من اینا... ما فکر می کنم که این تعهدات زمانی کافی نیست کسی به باور نمیتونه گام های را بردانند مثلا گامی گام که در گزینش برداشتن این رقم گام ها بردارن یعنی واقعا نقش بدن سهم بدن رقیب خدا عریف خدا بحث دیگه بود چون بحث انتخابات خیلی سرد شده و افکار به این ملی به طرف بحث صلح میره رئیس جمهور به نحو یک حلقه را ساخت تا فکر نمیکنین تا مهر تایید بگذاره بر اجندای نام انتخابات و به جهان نشان بده که اینجا علاقمندان این اجندا هست ما به طرف انتخابات بریم این انتقال هم وارد است طبیعی است در یک یعنی اگر فضای اینچنینی نمی بود شاید حکومت این رقم یک تصمیم نمی گرفت و این تصمیم شاید زیاد بنفشان هم نبوده چرا کسایی که راه یافتن همه ازیا از او فیلتر حکومت نگذشتین و شاید بسیار وفادار به حکومت موجود هم نباشن کارهای بعدی بحثی همین لست باید حکومت بگوید چگونه یک فرصت ایجاد میکنه کمیسیون یک لست واقعی بسازه بحث بایومتریک های همین ماشین هایی که در گذشته نتیجه نداد و پول ازی در واقع ضایع شده چگونه به این رسیدگی میکنه کسایی که مشوره را دادن که این ماشینا جواب میده با چرا جواب نداد کسایی که خریداری کرده یا را باید دنبال بکنه حکومت و بگوید که جاگوزی نزی چی کار میکنه یا اگر این ماشینا جواب داده اما استفاده درست از این صورت نگرفته حالا چی اقدام میره میکنه این کارا را حکومت اگر نکنه تنها نظارگر باشه که انتخابات که انتخابات بدون همکاری جمعی حکومت که اما گفته های وجود داره که در داخل کمیسیونون کسانی که متهم به فساد بودن و منفصل شدن در بست های عملیاتی اونا در حال حاضر به دفترهایشان است و کار می کنه. فضای دو دستگی و چند دستگی تا کنون در کمیسیون وجود داره اهرمای فشار و اون بحثهایی که در گذشته مطرح بود که کمیسیون یکی از شعبه های حکومت است اون متاسفانه سایه و اهرمای فشار وجود داره بحث عملکرد سیاسی سارنوالی در که شما به یکی از نگرانی ها مطرح کردین و وارد شدنش در انتخابات این بحث هم متاسفانه گهگاهی مطرح میشه با توجه به این چالش ها و نگرانی ها فکر میکنین که ما به یک کمیسیون یک دست با رفتار سازمانی با یک اراده ملی به طرف یک انتخابات بریم آیا همین یک آرمان خیلی انتظایی نیست؟ طبیعی با وجود که با کوشش بکنیم که به دید مثبت ببینیم بر کمیسیون هایی که به وجود آمده اما چالش هایش هم درک میکنیم و قابل درک هم هست خاصتا که حکومت با مو شدتی که در بر طرفی اعضای کمیسیون داشت با تعقیب و تعقیب قضایا حکومت تا حال یک سرعت از خود به کار نبرده در کار مثلا تا حال که شما اشاره کرده کسایی که در بخش اجرایی عملیاتی کمیسیون انتخاباتی بودن که خواستن دارنشای کمیسیون انتخابات که بسیار دخیل بوده در این قضیه و در می کاوند و بازشماری بسیار دخیل بوده بعضی از رؤسای ولایتی که دخیل بودین هیچ گونه اجرات در مورد ازیا صورت نگرفته ترس مایی است که آرام آرام میمانن این قضیه سرد شده میره و مثلا میره به فراموشی و ترس مایی است که بحث اصل انتخابات در آجندای کاری نهادهای عدی و قضایی قرار را گیره که دوستون مساله مسئله بسیار خراب میشه و گزینش ها در وقت بسیار سلیخوی میشه و یک بار دیگر ما رو را به فساد بزرگتری میکشانه که مردم بگویند که از تعقیب قضیه کرده عدمش بسیار بنفشان بوده امیدوار هستم که این مسئله بسیار روشن شفاف دنبال شود که متاسفانه تا هنوز این مسئله شفاف و روشن نیست و با یک بار میخواهیم که پاسخ در رابطه به اعلام نتایج داشته باشم که آیا این رهبری قبل از محاکمه و یا بیگناهی اون کسانی که متهم هستند میتونه که اعلام نتایج بکنه و اگر اعلام نتایج بکنه اگر سریع نشاره شده یا وضاحت داده شود این اعلام نتایج چی پیامد را خواهد اعلام نتایج باید صورت بگیره هرگاهی که در جریان تحقیقات ادارات تدلی و قضایی و حکم محکمه کسی مجرم شناخته میشه و جرمش ناشی از برنده ساختن کدام شخص باشه میتونه که در هر وقت زمانی که باشه او تعویز و اگر سال آخر کاری بی ورس جرگان باشه بعد ثابت شه که یک آدم بر اساس تقلب یا سوی استفاده عضو او راه یافته میتونن که او را حذفش بکنن و تمام امتیازاتی را که گرفت دوباره اعاده به عوزه باشه مربوط به باز شماری باشه مربوط به انتری باشه که اونجا ده ها نفر باشه صد نفر باشه این بحث اومد اگر همین 249 نفر به می ثابت شه میتونه که همین 249 نفر دوباره تعویض شه هیچ مانعی وجود نداره ولی آنچه که باعث نگرانی است معلومات رقم من داره منوز تعدادی از اعضای کمیسیون و از دارنشای کمیسیون که بیشتر متهم هستند هنوز از امکانات دولتی استفاده میکنن انوز موترایشون در اختیارشون هست هنوز گاردایشون در اما هایی که بیچارا قربانی شدن همه چیز از پیششان گرفتیم و پیشتر استعلام سر از ما صورت میگیره اگر قضیه این رقم دنبال شده متاسفانه کل اعتبار بر هم میخوره ما ادوار که دنبال ساختن قضیه را از مباحث سیاسی بکشن و ادارات و قضایی هیچ گونه نقش حکومت در اجرات خود در نظر نگیرند اما هم که شما اشاره کردی قانون اساسی افغانستان لوی سارانواری را میگه با وجوده که جزی حکومت است اما در اجرات خود مستقل است این استقلالیت خود باید به نمایش بگذاره و محکمه باید به قوت و مستقلانه در این موضوع تصمیم تشکر. بگیره از احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بسیار تشکر که به سیدو تشریف آوردین و به سوالات ما پاسخ گفتین تشکر از شما ممنون در پایان از شما نیز ممنون که تا این با ما بودین تا دیدار دیگر خدا نگهدار